سرخط خبرها. اگر ما انتظارات مردم رو بیش از حد ببریم بالا، همیشه ما شکست خوردیم. دفاع روحانی از عملکرد دولت. رئیس جمهوری ایران میگوید مردم انتظاراتشان را با واقعیت جامعه تنظیم کنند. حمله افراد مسلح به بازیگر سینما و افسر شناخته شده پلیس افغانستان. صبا سحر و دو نفر از همراهانش در کابل زخمی شدند. هشدار ترامپ درباره احتمال تخلف در انتخابات آمریکا. او میگوید دموکرات‌ها از کرونا برای رسیدن به کاخ سفید سوء استفاده می‌کنند. و کاشفان گنج، نوجوانان اسرائیلی سکه‌های 1000 ساله پیدا کرد. سلام، عصر شنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. رئیس جمهوری ایران در نشستی با مدیران بعضی رسانه‌ها از عملکرد دولتش در 7 سال گذشته دفاع کرد. حسن روحانی گفت هدف از تحریم‌های خارجی به هم ریختن جامعه، ایجاد بحران و فروپاشیدن جمهوری اسلامی بوده، ولی به این اهداف نرسیده. آقای روحانی همینطور دستاوردهای اقتصادی دولتش را کم نظیر و بی‌نظیر توصیف کرد. به هر حال بعد از 60 سال در این دولت صادرات غیر نفتی ما بر واردات ما پیشی گرفت. 60 سال بی سابقه بوده از زمان دولت مرحوم مصدق تا زمان ما. به هر حال 26 سال بی سابقه بوده که ما 2 سال تورم تک رقمی داشته باشیم، در سال 95، در سال 96. به هر حال ما در شرایطی بودیم که در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی در جهان رو داشتیم. این هم باز کم نظیر هست، اینایی که من میگم یا کم نظیره یا بی نظیره. حسن روحانی همینطور گفت که دولت بعدی آمریکا از هر حزب و جناحی که باشد خودش را با ایران هماهنگ می‌کند و موضعش را مانند در قبال ایران تغییر می‌دهد. امروز تو سازمان ملل، تو مجامع جهانی اگر بحث برجام میشه، اگر کشورهای مختلف هستند جز آمریکا و یکی دو تا کشور جز و ازنابش، بقیه همه با آمریکا مخالفت می‌کنند. پس از لحاظ سیاسی پیروز نشد. از لحاظ ایجاد بحران در جامعه که میخواست ایران رو به بحران بکشونه و مردم بیان تو خیابونها در برابر نظام بیستن، اینم خب دوچار شکست قطعی و حتمی شدن. بله، خب مردم رو یه مقداری به زحمت انداختن و خودشون هم بی‌آبرو شدن در دنیا، ولی به هر حال این راه دولت بعدی آمریکا به نظر من، چه این دولت، یعنی همینا باشن، جمهوری خواه باشن، چه دیگران بیان رو کار، حتما به فکر یه راه حل جدید میافتن، چون این راه جواب نداده. همکارم بهرنگ تاجدین که این صحبت‌ها رو دقیق دنبال کرده اینجا با من. بهرنگ، محورهای اصلی صحبت‌های آقای روحانی رو اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنیم، این محورها چه بودن؟ ببین، اول از این نکته شروع کنیم که این یه مصاحبه چالشی که یه سری خبرنگار رئیس جمهور رو دوره کرده باشن، دونه دونه بخوان ریز فعالیت‌های دولت و عملکرد دولت رو به چالش بکشن، یا همچین چیزی نبوده. اینا خیلی‌هاشون، خیلی از این افرادی که تا الان صحبت کردن، در واقع مدیران رسانه‌هان، هرچند که توش مثلا محمد قوشانی سردبیر روزنامه سازندگی هم بود که خب یکی از معروف‌ترین روزنامه‌نگاران معاصر این 10-20 سال اخیر ایرانه، ولی در نهایت فضا اینجوریه، یعنی فضا خیلی فضای چالشی نیست. و هدف اصلی آقای روحانی اینه که این افرادی رو که اونجا نشستن قانع بکنه که عملکرد دولتش خیلی خوب بوده. توی بخش سیاسی شنیدیم صحبت از این میکنه که دیپلماسی ایران خیلی موفق بوده، اشاره میکنه به رأی‌گیری اخیر در واقع شورای امنیت سازمان ملل که از 15 عضو شورا فقط دو کشور، آمریکا و یک کشور دیگه،
به قطعنامه در واقع تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی دادن، میگه اینا نشانه موفقیت دیپلماتیک ایرانه و مسائل از این قبیل. و بعد در کنارش شما دیدید که به یه سری آمارهای اقتصادی هم اشاره کرد. از نظر اقتصادی چطور؟ چون ارقام و رقم‌های زیادی رو در صحبت‌هاش بهش اشاره کرد. چی گفته آقای روحانی؟ آقای روحانی از همون تاکتیک استفاده می‌کنه که شما سیاستمداران و دولت مردان همه جای دنیا رو می‌تونید ببینید که ازش استفاده می‌کنن. اونم این که انتخاب می‌کنه که چه اعدادی رو بگه. مثلا آقای روحانی در مورد این اشاره می‌کنه که در طول 7 سال دولتش 2 سال تورم زیر 10% بوده. خب ولی واقعیتش اینه که ما مثلا پارسال تورم به گفته بانک مرکزی ایران بالای 40% بوده. یعنی اینکه 2 سال بره پایین 2 سال بعد چند سال بره بالا، در نهایت نتیجهش همونه. یعنی اتفاقی که میفته اینه که میبینید توی بازه 8 ساله قیمت‌ها تقریباً 5 برابر شده در ایران. در نتیجه میتونه صحبت از اون 2 سال بکنه، ولی واقعیت اینه که معضل تورم همچنان سر جاشه. همین مسئله رو مثلا به خصوص در مورد صادرات غیر نفتی ایران میگه، ولی مسئله اینه که اون چیزی رو که دولت داره به عنوان صادرات غیر نفتی ازش صحبت میکنه ممکنه نفت خام نباشه، ولی فراورده های نفتی و گازیه، چیزایی مثل معدنیات، مثل فراورده های پتروشیمی، که خب اینا به هر حال صادراتشون با صادرات نفت خام فرق داره. و آقای روحانی هم تاکید میکنه که دولت دنبال اینه که خام فروشی رو بذاره کنار، ماده خام و حداقل یه دور در ایران پروسه در واقع فرآیندهای روش انجام بشه بعد صادر بشه که ارزش افزودش بره بالا. ولی در نهایت اینها از نظر خیلی از مردم ممکنه صادرات غیر نفتی محسوب نشه. یعنی شما کلا تو آمارهای اقتصادی میبینید که آقای روحانی داره یه سری اعداد و ارقام میگه، خیلی هاش هم کاملا درسته. مثلا در مورد این صحبت میکنه که اتکای بودجه به نفت، به صادرات نفت خام رسیده به زیر 10%، ولی وقتی شما میرید ریز بودجه رو میبینید، میبینید که یه مقداری میخواد مثلا از اون صندوق توسعه ملی برداشت کنه که اینا عملا درآمدهای صادرات نفته. و به نظر میاد که حالا به هر حال شما اگر که بخواید یه سری عدد رو انتخاب کنید، هر دولتی رو میتونید موفق شید. یعنی همه اعداد همه اعداد رو نمیده، بخشی که خودش میخواد رو میده. متشکرم از توضیحات بهرنگ تاجرین همکارم اینجا. روح الله حسینیان از چهره‌های جنجالی قضایی و امنیتی ایران در 65 سالگی درگذشت. خانواده آقای حسینیان خبر مرگ او را تایید کرده، اما به علت مرگ اشاره‌ای نکردند. بعضی از رسانه‌ها علت مرگ آقای حسینیان را که از چهره‌های نزدیک به محافظه‌کاران ایران بود، ابتلا به کرونا گزارش کردند. آقای حسینیان به دلیل دفاع از رویکردهای خشن قضایی در مقابله با مخالفان حکومت مشهور بود. ساعتی پیش از رضا علیجانی فعال ملی مذهبی درباره ویژگی‌های چهره‌های امنیتی تندرو مانند روح الله حسینیان پرسیدم. با سلام. آقای حسینیان و چند تن دیگه شاید بشود گفت یکی از جعبه سیاه‌ها و صندوقچه اسرارهای نقض سیستماتیک حقوق بشر و به تعبیر آقای منتظری جنایت در این چند ساله هستند. اما علی‌رغم این، نکته مهم شاید این باشه که پشت صحنه این تیپ افراد از جمله آقای حسینیان مهمتر از روی صحنه شونه. یعنی حمله و هجوم ایشون مثلا برای تخریب بیت آقای منتظری، این که آقای موسوی کروبی رو ببین دست من اعدام کنم این اعتراضات جمع بشه، یا شهید خواندن سعید امامی، اینا فقط مسائل روی صحنه است. اما به گمان من یکی از مهمترین مسائل پشت صحنه ایشون و امثال ایشون این هست که در تابستان 67 تصمیم سازی که شد برای اعدام هزاران زندانی سیاسی، یه ضلعش دادستانی انقلاب، دادگاه انقلاب بود، یه ضلعش وزارت اطلاعات بود. از نظر آقای حسینیان بین این دوتا مسئولیت داشت. افرادی مثل آقای محمدی بیشهری، ایشون در وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب، امثال آقای حجاریان و آقای علی ربیعی، اینها اسراری دارن که با مردم در میون نگذاشتن. یا افرادی امثال آقای حسینیان، آقای فلاحیان و امثال ایشون، اینها افرادی هستن که در این تصمیم سازی ها و در این پشت صحنه ها همیشه فعال بودن. شاید مهمترین ویژگی اینها که همشون از مدرسه حقانی آمدن و این باند مدرسه حقانی، حالا نه همه افرادی که در حقانی درس خوندن، ولی اینها مهمترین ویژگیشون میشود گفت تلفیقی از لومپنیسم رفتاری، تلفیقی از اختلال روانی و قساوت قلبی و جزمیت فکری است. اینها نمادهایی از تئوری مصلحت نظام هستند که برای مصلحت نظام میشود حتی توحید رو هم تعطیل کرد. از منظر حوزوی اینها آدم های بی‌سوادی هستند، از منظر
مردم متدین اینها دین و ایمان درست حسابی هم ندارن، شخصیتشون رو در اون سوت بلبلی که آقای محسن ایجهی زد، در اون گازی که گرفت، یا ای کاش یک روانکاوی پیدا میشد مصاحبه آقای فلاحیان رو با آقای دهباشی تحلیل میکرد و همینطور رفتاری که ایشون داشت. بارها از اعدام در صحنه علنی، در عرصه علنی یاد کرد و همچنین رفتاری که آقای حسینیان در زندگی شخصیش داشتی که حالا من نمیخوام ورود بکنم. این مجموعه رو کنار هم بذاریم، اینها رو میشود باند جنایت به تعبیر آقای منتظری در 40 ساله بعد از انقلاب در بخش امنیتی و قضایی. آقای علیجان، میشه گفت که الان دوره این گروه از محافظه‌کاران در ایران به پایان رسیده؟ بله، اینها هم به قول آقای خامنه‌ای جوانسازی شدن، یعنی شاید از سال 76 تا 70، از موقعی که قتل‌های زنجیری اتفاق افتاد، اساسا بعد از جنبش اصلاحات و جنبش سبز، از آقای حسینیان خودش از همون دوره، اینها دیگه به اصطلاح فوارهشون رو به افول رفت و الان خب یه طیف جدیدتری آمدن، ولی اونها تربیت یافته همین مکتب و همین مکانیزما هستن. آقای حسینیان، آقای فلاحیان، اینها، حتی آقای خلخالی در نسل قبل از اینها، اینها به تدریج تاریخ مصرفشون تموم میشه و کنار نهاده میشن. اما آقای حسینیان تقلا کرد که جایگاه خودش رو حفظ بکنه و در به اصطلاح مرکز اسناد انقلاب اسلامی یا آقای ری شهری در سمت‌های دیگری در حال در سر سفره نظام و انقلاب باقی موندن و آقای فلاحیان، آقای حسینیان از کسانی بود که تا آخر عمر هیچ تجدید نظری هم در رفتار گذشتش نکرد و این خب در افکار عمومی باقی میمونه. ولی متاسفانه ملت ایران یکی از صندوقچه اسرارهای تاریخ معاصرش رو از دست داد. و دو خبر کوتاه از ایران. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مذاکره با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را بسیار مفید خوانده و گفته فصل تازه‌ای بین ایران و آژانس شروع شده. آقای صالحی در یک کنفرانس خبری با آقای گروسی در تهران گفته به نتیجه بخش بودن این مذاکرات خوشبین است و امیدوار است که هم آژانس به قواعد داخلیش عمل کند و هم ایران. معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرده که سال تحصیلی دانشگاه‌ها 15 شهریور ماه شروع می‌شود. گفته شده که این تاریخ بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است. علی اکبر حق‌دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا، گفته آموزش در بعضی شهرها مجازی و در بعضی دیگر تلفیقی از مجازی و حضوری خواهد بود. او همینطور گفته تلاش می‌شود دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند زودتر فارغ التحصیل شوند تا به خلوت شدن دانشگاه‌ها کمک شود. پلیس کابل از حمله افراد مسلح ناشناس به سبا سحر، فیلمساز، بازیگر سینما و از افسران پلیس زن در شهر کابل خبر داد. یک مقام وزارت داخله به بی بی سی گفت که بعد از عمل جراحی وضعیت خانم سحر رضایت بخش است و راننده و محافظ او در این حمله زخمی شده بودند. آنها هم در وضعیت خوبی قرار دارند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. به دنبال خشونت‌های اخیر در کابل، دو روز پیش فرمانده پلیس این شهر برکنار شد. همکارم نسرین نوا از کابل با ماست. نسرین، کمی بیشتر درباره این حمله بهمون توضیح بده. کی، کجا و چطور انجام شده؟ این حمله امروز در ناحیه 8 کابل در منطقه کارتینا، جایی که یک سال قبل هم مینا منگل، یکی از کارمندان رسانه‌ای، مورد هدف قرار گرفت و کشته شد، رخ داده و قبلا هم چندین حمله هدفمند در این منطقه اتفاق افتاده. حمله طوری بوده که افراد مسلح به خانم سحر شلیک کردن و همکارانش از جمله راننده و محافظش هم زخمی شدند. منبعی در وزارت داخله گفته که گلوله به کمر خانم سحر اصابت کرده و پس از جراحی فعلا حالش خوب هست و در شفاخانه پلیس بستری هست. هیچ کسی مسئولیت این حمله را هنوز نپذیرفته، مثل بسیاری از حملات هدفمندی که در چند ماه گذشته توسط شلیک مسلحانه یا ماین مغناطیسی و کنار جاده اتفاق افتاده. خانم سحر سال هاست که به عنوان افسر پلیس کار میکنه، فعلا به عنوان معاون فرمانده نیروی ویژه پلیس در
امور حقوق بشری و جندر فعالیت داره و قبل از این هم از کودکی در عرصه سینما کار کرده، شرکت فیلمسازی داره، به عنوان بازیگر فعالیت داشته و خانم سرشناس بوده در کابل. تا کنون مشخص نیست که چه کسی مسئولیت این حمله رو گرفته، اما چه کسی مسئول این حمله بوده، اما خب گمانه‌زنی هایی در این مورد هم وجود داره. این گمان زنی ها اون وقت نسرین به سمت چه کسانی، چه گروه یا نهاد یا افرادی هست؟ خب در کابل وضعیت در چند ماه گذشته ناامن بوده، مثل قبل از تفاهم نامه صلح که میان آمریکا و طالبان امضا شد حملات خیلی بزرگ رخ نداده، ولی چنین حملاتی، چنین قتل های، چنین شلیک های مسلحانه که اکثرشون منجر به قتل شده زیاد بوده، اما هیچ کسی مسئولیت این حملات رو نگرفته. ولی خب مردم در چنین مواقعی انگشت انتقاد به سوی طالبان بلند میکنن، دولت هم، خصوصا اینکه خانم سحر موقعیت دولتی داشته، با نیروهای پلیس کار میکرده، بازیگر بوده، بنابراین همه این شاخص ها باعث شده که مردم تا حدی فکر بکنن که طالبان ممکنه که مسئول این حمله باشن، ولی طالبان چنین مسئولیتی به عهده نگرفتن. و همینطور بعضی از کارشناسان فکر میکنن که چون طالبان مطابق به تفاهم نامه صلح با آمریکا تعهد کردن که دیگه دست به حملات بزرگ در شهرهای بزرگ، در مراکز شهر نمیزنن، حالا اهداف کوچکتر را در حملات خردتر مورد حمله قرار میدن تا اینکه زیر سوال نرن. متشکرم از توضیحات نسرین نوا، همکارم از کابل با ما، ممنونم. در دومین روز گرد همایی ملی حزب جمهوری خواه که در آن یک بار دیگر دونالد ترامپ را به عنوان نامزد حزب انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند، قرار است که امروز دو چهره عمده در حمایت از دونالد ترامپ سخنرانی کنند. همسر او ملانیا ترامپ که از حیات کاخ سفید قرار است صحبت کند و وزیر خارجه مایک پومپئو از بیت المقدس. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن با ماست. هادی، چه جزئیاتی داریم الان از سخنرانی بانوی اول آمریکا و وزیر خارجه؟ چه حدس و گمانهایی زده میشه که این دو نفر در چه باره میخوان صحبت کنن؟ اونها حتما برای حمایت از دونالد ترامپ صحبت خواهند کرد، در مورد حدود چهار سالی که از ریاست جمهوری او گذشته صحبت خواهند کرد و همین هست که محل انتقاد هم شده، انتقاد برانگیز شده. قانونی در آمریکا هست که مقام‌های فدرال رو از استفاده از مکان‌های فدرال و از در واقع مکان‌های اداری برای مقاصد حزبی و سیاسی منع می‌کنه. خود رئیس جمهور آمریکا و معاونش در حال حاضر مایک پنس از این قانون معاف هستند، ولی بقیه شامل این قانون میشن. انتقادها به بانوی اول آمریکا ملانیا ترامپ از این بابت هست که از حیات کاخ سفید قراره در نطقی در یک نشست حزبی شرکت بکنه، از یک نامزد حزبی حمایت بکنه، موضوعی که انتقاد برانگیز شده. در این حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم نطقی رو در جریان سفر اخیرش به بیت المقدس ضبط کرده که خب میدونیم شهر بیت المقدس یا اورشلیم برای به خصوص مسیحیان اوانجلیکال در آمریکا خیلی شهر مهمی هست و دونالد ترامپ هم در هفته‌های اخیر اشاره کرد که وقتی سفارت آمریکا رو از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل کرد، این مسیحیان اوانجلیکال از جمله گروه‌های عمده حامی او خیلی خوشحال شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه در جریان یک سفر کاری این نطق رو ضبط کرده، هرچند سخنگویان او به رسانه‌ها گفتن که او در وقت شخصی این کار را انجام داده و در ظرفیت شخصی خودش، نه به عنوان وزیر خارجه و نه با استفاده از امکانات دولتی. ولی منتقدان یادآوری می‌کنند که خود او همین ماه گذشته، ماه ژوئیه، در یادداشتی که برای کارکنان وزارت خارجه فرستاد، یادآوری کرد بهشون که نباید در فعالیت سیاسی دخالت بکنن و حتی به عنوان مستمع در برنامه‌های انتخاباتی و حزبی نباید شرکت بکنن. حال این که الان آقای پومپئو نه فقط در این برنامه حزبی حزب جمهوری خواه داره شرکت میکنه، بلکه داره در اون سخنرانی میکنه و بلکه داره در جریان یک سفر کاری این سخنرانی رو انجام میده. از این بابت ها انتقاد برانگیز شده که مقام های ارشد و همینطور بانوی اول آمریکا از امکانات دولتی استفاده میکنن که قانون من کرده. اگر به نگاهی بکنیم به فضای کلی این مجمع حزب جمهوری خواه، فضا چطوره و شعارهای انتخاباتی چی هست؟
به نظر میرسه در بعضی موارد هرقدر دموکرات ها سعی کردن جا خالی بدن و شونه خالی بکنن از تصریح مواضعشون، مثلا در مورد سقط جنین، اینکه بالاخره موضعشون چیه، حامی آزادی بیشتر هستن یا سختگیری بیشتر یا صرفا وضع کنونی رو دوست دارن حفظ بکنن، موضوعی که طیف وسیعی در داخل حزب دموکرات داره. ولی جمهوری خواهان صریح در این موارد دارن موضع میگیرند. شب گذشته از مخالفت با در واقع قوانین آزادانه برای سقط جنین گرفته تا مخالفت با آزاد شدن یا کاهش مجازات برای استفاده از ماریجوانا و چنین موادی، و همینطور از بحث در مورد حمایت از دولت ترامپ و سیاست‌های اون، در مورد سیاست‌های مهاجرتی او، حزب جمهوری‌خواه داره ظاهراً موضع سرسخت و قاطعی در حمایت از هر آنچه که دونالد ترامپ انجام داده نشون میده، برای اینکه نشون بده که پای سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا ایستاده که یک بار دیگه او و یک دور دیگه او در کاخ سفید رئیس جمهور باشه. گزارش‌ها هم حاکی از اینه که دونالد ترامپ نقش مهمی در به اصطلاح هماهنگ کردن و چیدن برنامه‌های مجمع سراسری حزب جمهوری‌خواه داشته. متشکرم از توضیحات هادی نیلی، همکارم از واشنگتن با ما. چند خبر کوتاه. محکومیت سنگین فدراسیون فوتبال ایران به اتهام جعل سند و پایبند نبودن به قرارداد در پرونده مارک ویلموت، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال، همچنان داغ است. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته اولین اقدام درباره این پرونده را قوه قضاییه انجام داده و نه مجلس. دیروز کمیسیون اصل 90 مجلس ایران از مقام‌های سابق و فعلی فدراسیون فوتبال که زیر قرارداد ویلموت را امضا کرده بودند در مجلس توضیح خواست. قوه قضاییه میگوید پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و نتیجه به زودی اعلام می‌شود. رادکو ملادیچ، فرمانده سابق نظامی بوسنیایی سرب که در جنگ‌های بعد از فروپاشی یوگسلاوی سابق در اوایل دهه 90 به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محکوم شده، روند درخواست تجدید نظر به این حکم را شروع کرده. انتظار می‌رود وکلای او در دادگاه لاهه ادعا کنند که او هرگز فرمان جنایت‌هایی که به خاطر آنها به حبس ابد محکوم شده را نداده، از جمله کشتار 8000 پسر و مرد مسلمان در شهر سربنیسا. در آمریکا پلیس شهر کنوشا برای متفرق کردن معترضانی که حکومت نظامی شب گذشته را شکستند گاز اشک‌آور شلیک کرد. با تاریک شدن هوا صدها نفر جلوی دادگاه محلی شهر جمع شدند. بعد از اینکه یک شنبه گذشته پلیس یک مرد سیاه‌پوست را با شلیک گلوله زخمی کرد، گارد ملی آمریکا به این شهر اعزام شده. جیکوب بلیک، مردی که زخمی شده بود، با وجود اینکه چندین بار از پشت به او شلیک شد، فعلا در بیمارستان وضعیت پایداری دارد. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. صحنه این چنینی دیگر اتفاق عجیبی در آمریکا نیست. معترضانی که از شلیک پلیس به یک مرد سیاه‌پوست خشمگین هستند، این بار ویسکانسین در شمال آمریکا. برای دومین شب پیاپی معترضان با وجود مقررات منع و رفت آمد به خیابان‌ها رفتند و می‌گویند عقب نشینی نخواهند کرد. آنها خواهان دستگیری و محاکمه مأمور پلیسی هستند که به جیکوب بلیک شلیک کرده. اما ماجرا چه بوده؟ عصر روز یکشنبه از پلیس خواسته شد که برای رسیدگی به مزاحمت خانگی به اینجا برود، محله‌ای در شهر کنوشا. در ویدیوهایی که با موبایل گرفته شده، جیکوب بلیک 29 ساله در حال چرخیدن دور ماشینش است و مأموران پلیس با اسلحه به دنبال او. وقتی که او در ماشین را باز کرد، مأمور پلیس تیشرت او را کشید و سپس صدای شلیک چند گلوله. نامزد آقای بلیک میگوید پسر 3 سالش در آن لحظه داخل ماشین بوده. دو تا از بچهای من تو ماشین بودن، اونا گفتن از ماشین دور شو. بعدش یکی از اونا تیشرت جیکوب رو گرفت و دستشو بست و هر چند باری که خواست از پشت بهش شلیک کرد. مامور پلیس حتی برای چند لحظه اون رو نگه نداشت، اون فقط تیشرتشو گرفت و بهش شلیک کرد. خانواده جیکوب بلیک میگویند پس از چند عمل جراحی حال عمومی او در وضعیتی پایدار است. واکنش به این حادثه سریع بود. صدها نفر به خیابان‌های شهر آمدند. خودروهایی که برای بستن راه معترضان پارک شده بود با آتش کشیده شدند. معترضان به سطوح آمدند. ما دیگه از این وضعیت خسته شدیم. این نسل فرق داره.
همه از این وضعیت ناامیدن. دیگه تحمل این چیزا رو نداریم. پلیس برای کنترل اوضاع از 8 شب به وقت محلی مقررات منع رفت آمد اعلام کرده، ولی بعضی از معترضان توجهی به آن نکردند و به خیابان آمدند. نیروهای گارد ملی آمریکا هم شب گذشته برای آنچه محافظت از زیرساخت‌های شهری عنوان شده در شهر حضور داشتند. اما با این حال تعدادی از خودروها به آتش کشیده شدند. اتفاقات دیشب به هیچ وجه قابل قبول نیست. غارت و آشوب در جامعه ما پذیرفته شده نیست و افرادی که این کارها را می کنند باید در برابر قانون پاسخگو باشند. آمریکا در چند ماه گذشته صحنه اعتراض‌ها به مرگ جورج فلوید، خشونت پلیس و نژاد پرستی بوده. معاون فرماندار ویسکانسین هم شلیک به جیکوب بلیک را با آن مقایسه کرده. این داستان متاسفانه با جورج فلوید شروع نشد. این وضعیت خیلی قبل‌تر از اون وجود داشته. اگه ما کاری انجام ندیم این وضع ادامه پیدا می‌کنه. اگه این وضعیت با حادثه جیکوب بلیک تموم نشه واقعا ناامید کننده است. پلیسی که به جیکوب بلیک شلیک کرده هم اکنون به مرخصی اجباری فرستاده شده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ولی کمتر از 3 ماه پس از کشته شدن جورج فلوید، بسیاری از سیاه‌پوستان آمریکا نگران این هستند که با وجود واکنش‌ها به این حادثه هنوز چیزی تغییر نکرده و پلیس جوابگوی عملکردش نیست. کاوه مشکات، BBC. منوچهر طیاب، مستندساز با سابقه ایرانی، بعد از چند ماه مبارزه با سرطان در بیمارستانی در وین از دنیا رفت. او متولد سال 1316 در تهران بود و تحصیلات دانشگاهیش در سینما را در اتریش کامل کرد. آقای طیاب اولین فیلم مستندش به نام سفار را در سال 1342 ساخت. او بیش از 100 فیلم ارزشمند میراث فرهنگی و تاریخی را کارگردانی کرده. پارسال در جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت از منوچهر طیاب تقدیر شد. اگر شما هم جزو کسانی هستید که رویای پیدا کردن گنج و پولدار شدن رو دارید، این داستان ممکنه براتون جالب باشه. یک پسر نوجوان که با گروهی از باستانشناسان در حال کاوش در شهری در مرکز اسرائیل بود، کوزه‌ای پر از سکه‌های طلا پیدا کرد. سکه‌هایی که بیش از 1000 سال قدمت دارند و به دوران خلفای عباسی در صدر تاریخ اسلام برمی‌گردند. داستانشون رو از آلنا پتروف بشنوید. گاهی اوقات در کاوش‌های باستانشناسی ممکن است به چیزهای جالبی بر بخورید. همانطور که زمین را حفر می‌کنید، به چیزهایی می‌رسید که خوابش را هم نمی‌دیدید. مثل این گروه نوجوانان داوطلب که کوزه‌ای با 425 سکه طلای خالص پیدا کردند. قدمتشان به 1100 سال پیش برمی‌گردد، قرن 10 میلادی. داشتیم دوروبر میدون رو حفر میکردیم. یهو یه چیزی دیدم شبیه برگ. رفتم جاروشون کنم. دیدم سکن. اولش فقط 3 تا بودن. ولی وقتی برشون داشتم دیدم زیرشون خیلی بیشترن. باستانشناسان معتقدند که در آن زمان با تنها یکی از این سکه ها میشد یک حیوان بزرگ مثل گاو یا اسب خرید. با همه ای آنها عمارتی عظیم. از سکه های کوچکتر هم برای خرید چیزهای کم ارزشتر استفاده می کردند. این سکه ها اطلاعات زیادی به ما میده درباره تجارت بین المللی در اون زمان در این منطقه که در حال رشد بوده، برخلاف تجارت در اروپا که اون زمان دیگه کمتر از سکه طلا استفاده می شد. سازمان آثار باستانی اسرائیل میگوید صاحب این سکه ها با دقت دفنشان کرده و با میخ محکمشان کرده بود تا تکان نخورند. اما معلوم نیست چرا دیگر سراغشان نرفت. این کشف ممکن است باستانشناسان جوان دیگر را هم تشویق کند که در اسرائیل و دیگر نقاط جهان برای پیدا کردن گنج های بیشتر دست به حفاری بزند. آلنا پتروف، BBC News. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون با ما.